بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حرف خیلی مهم و خیلی ساده، خیلی ساده ما رو اون بار که ببرن، این سرمایه هایی که داری یه مسخاله. وقتی میزنم تو ترازو ها یه مسخال بشتر نیست، خیلی کمه. اینو باور کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ندعو کل اناس به امامه. یکی از اون سرمایه ها اینیست که اینجا الان گفته میشه. یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت روزیست که ما هر کسی را با امامش به قیامت میخوانیم، میآوریم، صدا میکنیم. هر کس با امامش به قیامت می آید. روز قیامت روزیست که هر کس با امامش به قیامت می آید. خب از اونجا سرنوشتش معین و مشخص می شود. چون امام دو جور داریم، بر اساس اون امامش سرنوشت این آدم فمن اوتی کتابه به یمینهی. از اینجا از سرنوشت حرف میزنن، از اینجا به بعد، یعنی هر کس با امامش میآید و از اینجا به بعد یا نامه عملش به دست راستش میدهیم به دست چپ. سرنوشتش بر اساس امامش معین می شود. با یه امامایی نام عمل آدم می دن به دست راستش، با یه امامایی نام عمل می دن به دست چپ، با یه امامایی نام عمل رو از پشت سر می دن. ببینید آیه می فهمن فمن یه عمل، فمن اوتیه. این فه به معنی نتیجه است. یا اومند و کلا مناسن به امامه. هر کسی رو با امامش به قیامت میخوانیم، چه خواب باشی چه بیدار، با امامت شما رو به قیامت میخوانند. فه که اینجا عرض کردیم تو این آیه داره یعنی نتیجه. در نتیجه اون امامی که آدم داره، فمن اوتی کتابه به یمینه، اون کسی که نام عملش به دست راستش داده میشه اینجور، اونی که به دست چپش داده میشه اینجور. از اونجا تعیین میشود سرنوشت آدمی که به کدام راه برود. امامت یه راهی رو میره دیگه، ناگزیر. در مورد فرعون داره، فرعون در پیش روی قومش حرکت میکند. یخدم قومهو یوم القیامه. فرعون یقدم یعنی جلو میره نسبت به قوم خودش، پیش تاز میشود، پیش رو قرار میگیرد و چی؟ میبرشون به جهنم. من نمیخوام برم جهنم،
تو با امام پیوند داری. این پیوند یه واقعیته. من 10 تا تابلو تو سینم زدم، در خونمونم زدم، یه امامی رو مثلا امام حسین علیه السلام اینه؟ نه، واقعا امامت کیست؟ آن کس که واقعا امامش امام حسین است با امام حسین است، هر کس نیست نیست. فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک که یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. اینا نامه عمل خودشونو میخونن. کتاب این نوشته، کتاب یعنی مکتوب در زبان عربی، کتاب یعنی مکتوب. این نام عملشون رو میخونن، چقدر شاده، چقدر شاده. وقتی هم نگاه میکنه بینه دقیق، آقا این دقیقش گیر میکنی ما تو این دقیق. ذره ذره من در عمرم چند بار نگاه کردم، حالا به افراد، به موجودات، به اطرافم چقدر نگاه کردم؟ 100 میلیون 100 میلیارد مثلا، تمامش هست. یه دونش نه، یه دونش هم رد نشده، همش موجوده. خب اگه نگاه توش خجالت داشته باشه، خجالت به بار میاره دیگه. تازه از اون نگاهات امامت معلوم میشه. یه جور من نگاه میکنم امامم میشه فلانی، اسمون آقا رو نمیاری. یه جور دیگه نگاه میکنه، پاک نگاه میکنه، امامت میشه امیرالمومنین. اینو مکرر عرض کردیم. بعد از فتح مکه زنها هم باید با پیامبر میمدن بیعت میکردن. چجوری بود حالا؟ مردم میمدن بیعت میکردن؟ نه اینجوری نبود. دست مبارک اینجوری میکرد که اینا دست میکشتن به دست، میشد بیعت. حالا برای خانم ها چیکار کنیم؟ دقت کنید، دستشون زد توی ظرف آب در آورد. حالا خانم‌ها بیان دستشون بزنن توی این ظرف آب در بیارن. امام اون کیه حالا؟ از امامی که شما داری معین می شود، مشخص می شود که نامه عملت به دست راستت داده می شود یا نامه عملت به دست چپت داده می شود. آقا سرنوشتت جزء پاکان و نیکان می روی یا جزء دیگران. فمن اوتی کتاب خوبی یمینهی فاولئک که یقرؤون کتاب. بگن آقای مردم عالم بیاین نامه عمل ما رو ببینید چقدر پاکیزه. و من کانفی حاضهی اعما، یه حرف دیگه تازه زدن. هر کس که در این دنیا کور باشد، آخه به چند رسال کور اینجا گفتین؟ میخواه اگر کسی امامش پیدا نکرده باشه، فقط باید کور باشه که پیدا نکرده باشه. البته اون لشکر اونوری، لشکر اونور خیلی مجهزن. کسی فقط این سایت های نمیدونم چیچی های اینترنتی رو دیده باشه، میدونیم 100 تا سایت داره علیه تشیع صحبت میکنه. در امامت یزید بن معاویه مثلا داره صحبت میکنه. از این ور 2 تا 3 تا سایتش شکسته بس. اما در صورت فرمو هر کس در این دنیا کور باشد، امامشو ندیده باشد، فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیل. این در آخرت کور است یا کورتر است، کورتر است یا کور است. اینم عرض کنیم که بشه کامل. اون آی سوره اسراء و اینجا آیت سوره انشقاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیش
فمن اوتی کتابه به یمینهی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. یه ذره از نتایج اون امام اینجا معلوم میشه. با یه عبارت دیگری بعد میگن که اگه امامت امام حق باشه نتایجش چیه. انسان تو داری میری به سوی ربت، من نمیخوام برم، نمیشه، من خوابم میاد، میخوام بگم بخوابم، اب نداره، تو خوابم داری میری. شما تمام زندگیت یه سیره، تمام زندگیت بخش اعظم از این زندگی ما خوابه، چقدرش در غفلت؟ 99% در غفلت، 1/3 هم که در خواب. خواب میشه غفلت در غفلت. اما اون راه رو شما داری میری، انک کادهون ربک کدهن فملاقیشه، ربت را ملاقات خواهی کرد یا کارت را ملاقات خواهی کرد، هر دوش درسته. شما هر کاری میکنی این کارتو ملاقات میکنی یه روزی، اصلا کاری که به باد فنا بره نداریم، کار میماند برای من یه چیزی. بگردیم به اونایه آقا امامتو شما، یه امام بودن به شما چسبوندن، اینو که نمیداری همراهت که پدر مادر اومدن یه امام برای شما درست کردن، چسبوندن رو سینت که همون که از بکرم ده تا مثلا پلاکارد من بزنم رو سینم که امامم که، این که نمیشه که امام من، امام هم اونست که خودم انتخابش کردم. چجور انتخابش کردم؟ چجور انتخاب کردم؟ بگیم با عملت بارکالا. اگه من راستگو بودم خب امامم امیرالمومنینه، اگه من راستگو هم امامم امام حسینه. روز عاشورا با مردم وقتی صحبت میکرد فرمود که از اون روزی که من دونستم دروغ بده دروغ نگفتم. خب امام ها دروغ نگفته اصلا، خب من اون لحظه که دروغ گفتم امامم اون آقاست. حالا ما میگیم یزیده، اگه راست گفتم در همه شرایط راست گفتم تو امامت امام حسینه. حالا میخوام بگم حتی اگر نمیشناسی یا، اما حالا این که نمیشه بگیم یه از شرایط امامت که اونو بشناسیش. خب پس شما هر کاری که میکنی اون کار رو حتما ملاقات میکنی، البته بیشتر از ملاقاته ها، اصلا شما رو میبرن تو کارت، شما رو برمیدارن میبرن میزن تو کارت، تو کارت نیست که من یه ماشین اختراع کردم یه دستگاه اختراع کردم، من میبرن میزنم تو اون دستگاه، توی دستگاه میزنم. بله باغ بهشتی تو خودت کاشتی دیگه، ذره ذرهش خودت کاشتی، خب میبرن تو اون باغ بهشتی که خودت کاشتی، خودت ساختی، ساختمونی که خودت ساختی. ای انسان تو داری میری این راه رو، میری چه بخوای نه چه نخوای، البته هرچی هوشیارتر باشی ثمره کارت راهت بهتره، هرچی با هوشیاری بیشتر این راه رو بری ثمرهش بهتره. خب بعدم میرسی یه روزی مهمون کارهای خودت میشی، به عبارتی که اون بزرگان گفتن سر سفره که خودت پهن کرده میری. اگه سر سفرت نون و ماس فرستاده باشی میری سر سفره نون و ماس دیگه، اونجا که چلو کباب نمیبرن که، اگه نون و ماس باشی میبرن نون و ماس هرچی. و اما من اوتیه، ببینید اینه اون یه فهم هم منعوتیه، هر کس نامش به دست راستش داده شد. آقا به چه ربطی داره به زندگی من؟ زندگی من از کم راهیست که من دارم میرم دیگه، به زندگی من چه ربط داره؟ اتفاقا به زندگی من ربط داره، امام من زندگی من معین میکنه، بنابراین بر اساس زندگیم بر اساس امامم نام عمل به دست راستم یا دست چپ داده میشه، عرضم داره تموم میشه.
ببینید چه خوب میشه. فاما من اوتی کتابه به یمینهی فسوفه یا حاسب و حسابن یسیرا. یه حساب آه 50,000 سال حساب. میگن چرا این کار کردی؟ من این دلیل رو میگم، دلیلم رو میشکنن. نه بی خود گفتی این دلیل درست نیست، این یه دلیل دیگه میمونن. حساب سخته. این آدمی که امام درستی انتخاب کرده بود، یعنی راه درستی انتخاب کرده بود. این در مورد ائمه توی چرا تو جامعه همتون خوندین قاعدتن، میگه که انتم صراط، شما راهین. امامی که انتخاب کردم یعنی راه انتخاب کردم یعنی امام انتخاب کردم. فاما من اوتیه کتابه به یمینه، اگه امام خوب انتخاب کرده باشی یعنی راه درستی رفته باشی. یا ما هم انتخابمون یعنی توی ذهنمون میگیم راه امیرالمومنینه، برو برگردم نداره. یه ذره راه مثلا ابو حنیفه رو نه قبول نداریم آقا، قبول نداریم دیگه. اما این تنهایی، این البته خیلی مهمه، این خیلی قبول دارم یا قبول ندارم خیلی مهمه، این یادمون نره خیلی مهمه. بعدم که خب من راه کیو دارم میرم؟ راه ابو حنیفه رو دارم میرم یا راه امیرالمومنین رو مثلا اون؟ خب بر اساس اون نامه عمل من به دست راستم داده میشه. فصافه یه حاسب و حسابن یسیرا، خیلی سهل و آسان باهاش حساب میکنم. خیلی خوبه دیگه. داستان رو عرض کردم که قبلنم عرض کردم مرمه آیاس مهدی قوام بود، یک آزاده، یک وارسته بود، خیلی وارسته بود. همه داستانشو نمیتونم عرض کنم، فقط اینو، اون شاگردش که از دوستان پدرم بود و منم دوست بود گفتش که خواب دیدم، تا ایشون بود با ایشون بود، بعد از فوت ایشون اومده بود خدمت پدرم، با ایشون بود تا آخر عمرش، خدا رحمتش کنه، حاج عباس صفا تو هم محل خودمون بود، اینم آدم وارسته بود. گفت خواب دیدم که ما تو خونه ایشونیم، بعد از فوت ایشون تو خونه ایشون سر سفره نشستیم با بچه هاش. وقتی مثل خانواده مثلا براشون چیزی پیش میاد، حادثه پیش میاد، حالا خب همه جمع میشن تو خونه و ما نشستیم سر سفره دور هم، ایشون من از جلوی در اتاق ما به سرعت رفت، مثلا 10 دقیقه بعد برگشت، حالا خندان شادمان، آقا کجا رفته بودی؟ رفته بودم حساب پس بدم. چی شدی؟ گفت نمرم شده 20. 10 دقیقه همه آخا برای برگزیدگان وقتی وارد میشن تو اون عالم، اونجا حساباشون تموم میشه، همه حسابا داده میشه. آخا 10 دقیقه با خیلی خوبه. حالا داستانشو نمیتونم عرض کنم، خیلی نمره چی شده؟ آقا نمرت بیسه. اما آزاده بود، خیلی خیلی وارسته بود. فهم آمن بود که کتاب خوب یمینهی و صوفه و حاسب و حسابن یسی را و ینقلب و الى اهلهی مسرورا، شادمان و خندان به نزد خانوادهش می آین، خانواده بهشتیش. ینقلب و الى اهلهی مسرورا، با شادمانی به نزد خانوادهش می آید. امخواهم من 10 تا گیر دارم، گیر اخلاقی دارم چیکار کنم؟ گیر عملی دارم چیکار کنم؟ امام من که حسود نبوده که، امام من که بخیل نبوده که. سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابا عبدالله، على الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، عليك مني سلام الله، عليكم منا سلام الله،
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.